خانم پروانه میساقی، درود بر شما. بسیاری از کسانی که در تورنتو در طول این چند دهه، 14 نزدیک به 14 دهه اخیر زندگی می کنند، شما را به خوبی می شناسند، با چهره و فعالیت های شما آشنا هستند، به عنوان یکی از فعالین آموزشی فرهنگی اجتماعی جامعه ایرانیان تورنتو بزرگ، به ویژه کسانی که دغدغه آموزش زبان فارسی داشتن همیشه برای فرزندانشون. اونها به خوبی شما رو میشناسن و با کارهای شما آشنا هستند. برای کسانی که کمتر آشنا هستند یا در این سالهای اخیر اومدن، باید بگم که خانم پروانه میساقی از مدیران کلاس‌های آموزش زبان فارسی در طول نزدیک به 4 دهه اخیر در شهر تورنتو و شمال تورنتو در منطقه یورک هستند و خیلی ها باشون آشنا هستند. خیلی از نوجوانانی که سالهای پیش در کلاس‌های آموزش زبان فارسی شما شرکت می‌کردند، بزرگ شدن در سالهای اخیر، فرزندانشون رو خاطرم هست که می آوردن به کلاس هایی که شما مدیریت اون مدارس رو به عهده داشتید. من اخیرا چند روز پیش یک آگهی رو از طرف شما دیدم در مورد بازگشایی مجدد کلاس های آموزش زبان فارسی در منطقه یورک، در منطقه تورنهیل و ریچمونتیل. میخواستم به عنوان اولین سوالم بگم که اگر لازم هست یک توضیحی در مورد این آگهی که منتشر کردید بدید، و بعد اینی که کمی از تاریخچه شروع و شکلگیری کلاس های آموزش زبان فارسی برای ما بدید. با کمال میل درود میفرستم به تمام تماشاچیان شما و تبریک میگم به کار بسیار زیبای شما که خودم هم پیگیری میکنم. من در مورد این آگهی اگه اجازه بدین برم جلو، بعد توضیح بیشتری بدم که جریان چی بوده به اینجا رسید. بعد نیست اشاره بکنم به ورودم اصلا به مدرسه فارسی گلنبیوی که به سرپرستی زنده یاد آقای پارسی داشتیم و در سال 1984 بود. بعد از ثبت نام دخترای خودم در اون مدرسه به ایشون پیشنهاد آمادگی دادم که در زمانی که بچه های من اینجا مشغول هستن، من آمادگی داوطلبانه همکاری دارم. با توجه به سابقه و تجربه ای که از ایران داشتم، مدتی که دانشجو بودم با مربی پیانوم در وزارت فرهنگ و هنر، چون اون مسئول آموزش موسیقی و کر کودکان بود، کار کرده بودم. به همین دلیل همون سال برای نوروز اون مدرسه مسئولیت گروه کر کودکان و نمایش اجرای نمایشنامه اون رو به عهده گرفتم. سال بعد که سال 1985 می شد، آموزگار رسمی بورد تورنتو شدم و در طول این سالها چندین پست در دانشگاه تورنتو گذروندم تا دانشم به روز بشه و با سیستم آموزشی کانادا آشنایی پیدا کنم. در حینی که خودم رشته کتابداری رو که مورد علاقه هم بود و مشغول بودم در ایران فوق لیسانس بگیرم، اونجا دنبال کردم. همون سال به جز آموزگاری، من تو کمیته نوشتار واحدهای آموزشی مدرسه از کودکستان تا کلاس هشتم شرکت کردم. یعنی ببخشید، یعنی همون چیزی که ما اینجا بهش کوریکولوم میگیم. بله کاملا درست میگید. و تو این 8 سالی که با اونا کار میکردم بسیار کوشا بودم، جستجوگر، علاقمند، به کارم ادامه میدادم. بله، در همین این سالها ما شاهد بودیم که خانواده های ایرانی بیشتر و بیشتر به سمت مناطق شمالی شهر تورنتو میرن و ساکن اون منطقه ها میشن. در منطقه یورک کلاس های زبان فارسی چجور شکل گرفت؟ خیلی درست اشاره میکنید. سال 1993 که خیلی از خانواده های ایرانی به منطقه تورنهیل و ریچمونتیل منتقل شدن،
در حقیقت از من خواستم که برای کلاس های فارسی این منطقه اقدام کنم. من با مراجعه به از مدارس یورک و سابقه ایم که در بورد تورنتو داشتم موافقت شد. همون سال کارم رو شروع کردم، ولی طبیعتا شاگردان ثبت نام شده که از کودکستان تا کلاس هشتم بودن کار دشواری بود و باید با مطالب آموزشی سرگرمی برای تمام سطوح سنی و مناسب با سواد دانش آموز وارد کلاس می شود. با این روش آموزش سرعت و این روشی که به کار بردم به سرعت تعداد دانش آموزان افزوده شد و همکارای عزیزم و خانم سانه نجات که اون موقع داوطلبانه با من همکاری میکرد به کار گرفته شدن و رسما شروع کردم. بعد از اینکه ایشون شروع کردن ما یه ابتکار جالبی کردیم، جابجایی کلاس پامون. یعنی علاوه بر اینکه هر دو در کلاس تدریس میکردیم، با توجه به اینکه ایشون تسلط در امور هنری داشت، برنامه ریزی هنری رو اضافه کرده بود، من هم در قصه گویی سرگرمی ها و آموزش بچه ها از طریق بازی دست کار شدن و این باعث شد که تعداد دانش آموزان باز افزایش پیدا کنه و ما هنوز به نیمه دوم سال نرسیده بودیم که یکی دیگه از همکارای داوطلب علاقمندمون که با ما همکاری داشتیم و ما خانم سیدیم به کار درد شد. من از ابتدا به جز شغل آموزگاری رهبری برنامه ریزی کلاس ها سرپرستی کلاس ها را عهده‌دار بودم، به اضافه اینکه همطور که شما اشاره کردید در تیم 3 نفره نوشتار کریکولوم مدرسم دعوت شدم، همکاری کردم و دیرتر در یک پروژه به اسم امپلار که مخصوص دانش آموزان کلاس های 11 و 12 تازه وارد ایرانی مهاجر شده بود، تست اونها، نوشتار تستی و ارزیابی اونها توسط من انجام شد. در این رابطه هم گزینه کتاب های فارسی چه برای مدرسه چه برای دبیرستان به عهده من با مشاورت من انجام میگیره که از این رو من برای دسترسی و بررسی همیشه به آخرین کتاب های فارسی چاپی سرتاسر دنیا، آلمان، سوئد، انگلیس، کالیفرنیا، ایران دست داشتم و کتاب های مورد نظر رو سفارش دادم. میدونید که اینجا به زمانی رسید آنقدر گسترش پیدا کردیم کلاس های زبان که بچه ها در سالهای آخر دبیرستان به عنوان یکی از واحدهای درسی رسمی آموزش و پرورش اونتاریو ازش استفاده می کردن و می رفتن امتحان می دادن و اینکه بسیار مهم بود. حالا شما به همکارانتون اشاره کردید. من یادم هستش که در سالهای آخر تعداد کلاس های شما آنقدر زیاد بود و تعداد همکاران شما. من میخوام بپرسم که این همکاران رو، این آموزگاران زبان فارسی رو شما چطور انتخاب میکردید؟ خود شما هم نقشی آیا در انتخاب این افراد داشتید یا از طریق بورد آف ادوکیشن انتخاب میشد؟ و اصولا همکاری با این دوستانی که آموزگار بودن چجوری پیش میرفت؟ این روند پیشرفت کلاس های آموزش زبان فارسی. شما دیگه به نکته حساس برگشتید. به هر حال برای که کار کردن واقعا با خانم های نازنین، با 20 خانم نازنین کار کردن، کار به قول معروف مهارت خودشون. بله، من در سالها در پنل 3 نفره استخدامی بودم. مهمترین فاکتور ارزیابی منم به واقع علاقه و توانایی خود آموزگار. آموزگاران به خوبی واقف بودن که من در طول خدمتم فقط و فقط به دانش آموزان فکر میکردم و میکنم و این بر این باورم که اگه راضی و خوشحال نباشن راندمان کار پایین و پیشرفتی حاصل نخواهد شد. به هر حال ما همطور که تعداد دانش آموزامون زیاد می شد، حتی مجبور شدیم، به یاد دارید، از مدرسه جانزویو به تورنلی منتقل شدیم و اون موقع
تعداد شاگردامون خیلی زیاد. ولی شما اشاره کردید به همکاری با در حقیقت همکارای نازنین آموزگار. به نظر من کار گروهی چند تا فاکتور باید در نظر بگیرید اگه میخوای موفق شید. یکیش شفافیت کامل در حقیقت گفتار و کردار. اگر این رواج پیدا کنه، همه یکسان با هم اینو رعایت بکنن، مشکلی پیش نمیاد. یک نواختی کار خیلی مهمه و در حقیقت من فکر میکنم صداقت این بزرگترین عواملی بود که ما در مدرسه انجام دادیم. همه همکارانم با من هم صدا اینو دنبال میکردیم، برای که من اعتقاد دارم واقعا یا شما ایراد به کسی میگیری به عنوان بدگویی یا واقعا میخوای پیشرفت حاصل بشه. اگه پیشرفت کارگیری حاصل بشه، هیچ نگران این نباید باشی که به همکارت اشکال کار رو بگی، ولی با حضور خودش. به همین دلیل ما از ابتدای اینو تو مدرسه شروع کردیم. یکی از تفاوت‌های میدونیم خیلی هم میدونن که تفاوت کاملا مشخصی بین سیستم آموزشی در ایران و سیستم آموزشی در کانادا وجود داره، از جمله رفتار معلم‌ها با شاگردها. آیا شما دچار چالش‌هایی هم شدید با آموزگارانی که به هر حال سابقه آموزش در ایران داشتند تا اینکه بخوان به صلاح بپذیرن و خودشون رو تطبیق بدن با سیستم آموزشی کانادا یا نه؟ بعضی اوقات بله، به خصوص اونایی که اینجا تجربه کار نداشتن. و ما اگه به یاد داشته باشید با چند تن از آموزگاران با سابقه و تجربه قانون آموزگاران رو درست کردیم. من در اونجا بسیار به یاد دارم پرزنتیشنی انجام میدادم با برگ کار، با نمایش، با روش آموزش دانش آموزان اینجا برای آموزگارانی که علاقمند به کار بودن و دوست داشتن در آینده این شغل رو دنبال کنن، بسیار مفید بود این کارگاه های آموزشی و اونا تو این شرکت داشتن. بله، خوب به خاطر دارم که سالهای طولانی نزدیکای رسیدن فصل بهار و نوروز که میشد، فعالیت ها و برنامه هایی که شما در مدارس فارسی ترتیب میدادید در واقع پیشگام و آغاز کننده جشنهای نوروزی و اومدن بهار بود. به ویژه اینکه خب ما میرسیدیم به تعطیلات معاشرتی که کمی قبل از نوروز هست و شما این برنامه ها رو اجرا میکرد و یک شور و هیجان خاصی رو در حالا هر کجا که بودید که این برنامه ها رو اجرا میکردید به وجود میومد. در مورد این برنامه ها هم بگید که چقدر مورد توجه بود و اثر خیلی خوبی در روحیه و ایجاد شور و هیجان در بچه ها میده. ابتدا هدف ما بین خود آموزگاران روشن. ما به جز تدریس زبان فارسی، آشنایی کامل بچه ها رو با فرهنگ ایرانی دنبال میکرد. همه آموزگاران هم توی این کارگاه های آموزشی که شرکت میکردن پیوسته یک نواق برنامه آموزشی کلاساشون رو بر اون اساس مینوشتن و واقعا از صمیمیت و همکاری اونا باید اینجا قدردان باشن. بجز اون باید سپاسگزار خانواده های علاقمند و فرهنگ دوست ایرانی باشم که ماما اومدن داوطلبانه همکاری کردن و کمیته والدین مدرسه رو تشکیل دادن. در همطور که شما اشاره کردید، بله، همیشه نوروز از همه خانواده ها اعتقاد داشتن و مادر نوروز داشتن که بچه ها نوروز رو از مدرسه میشناسن، چرا که اون شور و هیجان از اونجا شروع میشد. یه برنامه خاصی که ما داشتیم اینه که یکایک که بچه ها هر دانش آموزی توی یکی از برنامه های نوروزی، حالا گروه آوازه دست جمعی، رقص دست جمعی، اجرای نمایش، اجرای دکلمه، موسیقی، یه نوع همکاری داشته باشه. و این خب خیلی خودش با هیجان و علاقه بچه ها دنبال میکردن. و اینجا باز باید یادآور
مهر و محبت آقای اردلان باشیم که سرپرستی موسیقی و پیانوی بچه ها رو به عهده داشتن و از در حقیقت ژانویه که ما بر میگشتیم به مدرسه یک قسمت رو با جدول کاری با اسکجول خاص به هر کلاسی اختصاص میدادیم که اگر گروه پر آوازخوانی دارن به اونجا برن و با همکاری آقای اردلان این کار سرودخوانی رو انجام. من خودمم به خاطر علاقه شخصی که به اصولاً داشتم توی نوشتن نمایشنامه های موزیکال خیلی علاقمند داشتم و علاقه داشتم و گاهی اوقات با شرکت خود بچه ها یه مثل یا یه قصه ایرانی رو شروع میکردیم، اونا ویراستار میکردن، با هیجان و علاقه بازی میکردن این نمایش رو. به هر حال همطور که خودتون باز اشاره داشتین، آخرین جلسه نوروزی ما در مدرسه سالن ورزشی مدرسه تندی با 480 دانش آموز و 700 نفر از والدین برگزار شد و این به نظر من فوق‌العاده بود، برای اینکه شاید بقیه ندونن ولی من میدونستم که داره چه اتفاقی به بچه ها میفته. مزایای زیادی داشت این برنامه، آشنایی و راحتیشون روی صحنه، حفظ کردن شعر، مطالب حالا نمایش یا سرودخوانیشون بود، تسلط به اجرا در حضور جمع بدون خجالت، در مجموع افزایش حس اعتماد نفسشون فوق‌العاده بود توی برنامه. بله، من این رو برای مخاطبان این برنامه هم یادآوری بکنم که اگر سری بزنم به کانال یوتیوب پرژن میرور، اونجا نمونه هایی از این برنامه هایی رو که شما داریم بهش اشاره میکنید، ویدیوهایی هست که چندین هزار بار دیده شده و نشون میده اون علاقه بچه ها و اون سطح حرفه‌ای اجرای برنامه های هنری، حالا چه رقص بود چه سرودخوانی بود، از توسط بچه های بسیار خردسال، بچه هایی که در ایران به دنیا نیومده، در اینجا به دنیا اومده بودند و با عشق و علاقه این سرود ایران یا سرودهای ملی دیگری رو میخوندن، شعرهایی رو میخوندن و رقصهایی رو ارائه میکردن که واقعا از نظر حرفه‌ای و شکل و شمایل ارائه این برنامه ها بسیار بی‌نظیر بود. نمونه هاش در کانال یوتیوب پرزنیرور هست. یک برنامه دیگه که در کنار این فعالیت ها چندین سال بکنم نزدیک به 20 سال ادامه داشت، برنامه بود به اسم زنگ قصه که این برنامه رو خاطرم هست که خود شما اداره می کردید و مدیرش بودید و برنامه ریزش بودید که ابتدا در کتابخانه فیلیو برگزار می شد، بعد در اسکاردرو و بعد در ریچمونت. چی شد که این برنامه تعطیل شد؟ راستشون داستانش به درازا میکشه. برنامه زنگ قصه به پیشنهاد خود من در پایان‌نامه مدرک کتابخونم به کتابخونه نورسورک فرویو داده شد. با پذیرش اون کارم رو شروع کردم. بچه های 4 تا 6 ساله رو به قصه گویی از روی تصاویر کتاب دعوت کردم، بهشون آموزش دادم که داریم، حتی شما توی مدارکتون ما تو آرشیومون داریم که بچه 4 ساله چگونه داره به این زیبایی کتاب قصه رو از روی تصاویر بیان میکنه. و اجرای نمایش بود، بچه های بزرگتر رو به مسابقه کتابخانه فارسی علاقمند کردم، اصلا خیلی اون کتابخونه رو فعال کردم. ولی واقعیتش اگه بخوام به اون بپردازیم، از مرکز آموزش مدرسه خودمون دور میشین. اجازه بدیم اون آخر وقت اگر شما وقت داشتین با کمال میل برگردیم بهش. حتما حتما. ولی اگه اجازه بدین من فقط بگم دیگه از مزایای اون برنامه فرهنگی خود مدرسه ما چی بود. این نوجوانانی که داوطلبانه هفتگی می اومدن به ما کمک میکردن، تو دفتر برای فتوکپی امور دفتری، تو کلاس با همکاری و همکاری با آموزگار، زنگ تفریح برای دیسیپلین زنگ تفریح، اینا به مهارت‌های خاصی دست پیدا می‌کردن که در رزومه‌شون می‌تونستن برای کار تابستونی
و حتی پذیرش دانشگاه بنویسن و من به عنوان ریفرنس استفاده کنن که بسیار موثر بود. به همین دلیلم همیشه لیست انتظار نوجوانان ما بسیار طولانی بود و طرفدار این بودن که در مدرسه ما با اینکه خیلی جدی و دیسیپلیندار بود علاقمند بودن اون رو اینتی کنن. بعدش هم آقای تا دولتی واقعیتش خود این دانش آموزان وقتی بزرگ شدن دانشگاه رفتن کالج رفتن انقدر به این کار تسلط پیدا کردن که بسیار خودشون پروژه برنامه نوروزی دانشگاه یا کالج به عهده گرفتن که من شاهد بودم گهگاهی هم من کمک میگرفتن. بنابراین ما اون چی میگن دانه رو که کاشتیم واقعا خوشبختانه نتیجهش و جوانه زده شد تو مدرسه ما و بعد به نهال بزرگی تبدیل شد که در بیرون کار خودش رو انجام. بله، یادم هست که شما فعالان فرهنگ اجتماعی جامعه ایرانی رو هم به عنوان میهمان بعضی وقتها به کلاس های مدرسه‌تون دعوت میکردید و یک بار هم این شانس نصیب خود من شد که این رو برای چی این کارو میکردید؟ من فکر کردم این یه نوآوریه که تو مدرسه‌مون ایجاد کنیم به این دلیل که واحدی داشتیم به عنوان مشاغل مختلف که کارهای مشاغل رو به بچه‌های کوچیک‌تر نشون می‌دادیم. برای کلاس‌های بزرگتر این دعوت مهمان‌ها باعث می‌شد که دوستان حالا می‌تونه پزشک باشه، نویسنده، نقاش، موسیقیدان، روزنامه‌نگار، دندانپزشک، اینا از کار خودشون رشته تحصیلشون توی کلاس صحبت میکردن و بچه ها پرسش و پاسخهاشون رو اونجا به بچه ها جواب میدادن. خود بچه ها به من گفتن ما خیلی در انتخاب رشته و شغل آیندهمون موثر واقع میشه. بله، با همگیری کووید و تأثیری که بر همه فعالیت های آموزشی اجتماعی فرهنگی گذاشت، از مدرسه فارسی و برنامه های نوروزی هم ما مدتی دور شدیم و خبری نبود. برای آینده چه برنامه هایی در نظر گرفتید و قصد دارید که چیکار بود؟ من به واقع تو زمان کووید که برنامه ها روی آنلاین رفت و با توجه به اینکه خیلی اعتقاد به راندمان این کار نداشتن همکاری نکردم و همین دلیل همطور که شما آگاهی 2 سالی بود که کاملا از برنامه مدرسه ما و نوروز ما هیچ خبری دیده نم. ولی من تو سالهای اخیر راستم مد نظر داشتم که نیروی جوانی رو جایگزین خودم بکنم و خیلی هم کوشش کردم ولی متاسفانه کسی رو موفق نشدم برای جایگزینی انتخاب کنم. الان که دیگه به نظر خود برد خواهد بود ولی در مجموع من اون صبوری و بردباری تو این جوانان کم دیدم، از حوصلهشون خارج بود که بتونن ادامه بدن و به جای من باقی بمونن. از طرف دیگر چون شاهده این بودم که برنامه زنگ قصه بعد از 20 سال چطور از بین رفت تا بعد از من نتونستم ادامه بدن، باز خواستم با حسن نیتی که دارم یه بار دیگه آخرین انرژیمو برای پاسداری زبان فارسی و آموزش فرزندان سرزمینمون گذاشته باشم. من تصور میکنم اگر بخوام از تمرکز آموزش فرهنگی و مزایای چینی مدرسه ای برخوردار باشیم به همفکری و همدانی خانواده ها نیاز داریم. اونا باید قبل از ثبت نام فرزندانشون که نزدیک منزلشونه به ارجحیت چنین مرکزی فکر کنن، اگر علاقمند بودن اینو منتقل کنن به جایی که این تمرکز پیدا کنه و تعداد کلاس ها به حد کافی باشه که شانس بیشتری رو تو هر انتخابی بده. من اینجا مجبورم اشاره کنم کلاس اول برای بچه های 7 ساله 8 ساله اگه تو مدرسه ما بود که ما 2-3 تا کلاس اول داشتیم، ما کلاس اول بزرگسال داشتیم. بچه که کلاس 7 یا 8 بود بیاریش افتاده بود طیف فارسی بلد نیست می اومد، ما یه کلاس مخصوص برای این بچه ها گذاشته بودیم. خب طبیعتا راندمان کار برگه کارا همه چیز متفاوته،
به همین دلیل بچه ها راضی بودن می اومد. ولی الان از کودکستان تا کلاس 8 مثل همون روز اولی که من شروع کردم توی کلاس، بله بچه کلاس 8 که اول فارسی رو میخواد شروع کنه، الف با نمیدونه، اصلا راضی نیستش که با بچه 7-8 ساله کنار هم باشه. از نظر سنی هم اگر بره تو کلاس 8 ساله، کلاس 8 ها، 10، 12، 13 ساله ها راضی نیست، به خاطر اینی که میبینه اون سواد داره و این باید تازه الف با رو شروع کنه، یا این گزینه رو انتخاب نمیکنه یا به اجبار می، به هر حال ناراضی خواهد. یکی از دلایل این تجمع دانش آموز شانس صحیح طبقه بندی کلاس که ما این رو تو این سالهای اخیر داشتیم. بله. بعد شما اشاره کردیم به این آگهی که من دادم از بورد، از من مجددا دعوت به عمل اومد. البته اینا اشتباهاتی کردن که من رو بهشون گوشزد کردم که اون سال اعلام کردن ثبت نام تا این تاریخ و تا اگه تا اون تاریخ انجام نشه بعد این حساب نرسه اصلا مرکز رو بستن، یعنی مدرسه ترمی به کل بسته شد. بنابراین بچه های علاقمند به یادگیری فارسی هر کدوم به یک محله منتقل شدن، با توجه به اینکه یک کلاس مونده تا دو کلاس در یک جا بود، ترکیبی از همه سن و همه مستوی، بنابراین باز این تجمع نبود. حالا مجددا امسال از من دعوت به عمل بودن که انجام بدم این کارو و اگه میشه تبلیغات خاص خودمون رو، البته اونا توصیهشون به همه زبان ها، ولی من اصلا فقط توجه هم به زبان خودمونه، ایرادی نمیبینم زبان های دیگه در مدرسه ما بیام شرکت کنم، ولی من بیشتر میخوام راهنمای پدر مادرها و در حقیقت بچه های سرزمین خودمون باشه. به همین دلیل آگهی رو دادیم، متوجهشون کنیم فرق ثبت نام اینجا با ثبت نام کنار منزلتون اینه. حالا اگه میخواین اونو دنبال کنید این انتخاب با شماست. من واقعا بعد از 30 سال این خدمت هم یک بار دیگه حاضر بودم بکنم، ولی اینو به انتخاب خود خانواده ها میذارم. بله، الان شما با توجه به ارتباطاتی که چه با آموزگارانی که همکاری داشتن با شما، چه با خانواده هایی که با شما تماس میگیرن، و به ویژه این تعداد روزافزون مهاجرانی که از ایران میان همراه فرزندان خودشون، فکر میکنید الان دقیقا یک خانواده ای که بخواد دنبال مدرسه و کلاس آموزش زبان فارسی بگرده برای فرزندش در منطقه یورک یا در هر جایی چه کار باید بکنه؟ در ببینید این متاسفانه یه اشکالیه که من به بردم گرفتم. ما در یه هفته یا 2 هفته قبل از ثبت نام خودمون به مدرسه می رفتیم با 4 تا آموزگار داوطلب علاقمند، ثبت نام تو مدرسه انجام می شود با راهنمایی ما. ما در حقیقت باور کنیم چه 250 تا 300 دانش آموز رو همون دوبار ثبت نام کرد، ولی الان که آنلاین شده، من نرفتم توش ولی شنیدم، میگن دشواری های خودشو داره، پروسس طولانیه، بسیار آدم ها ناآشنا، و نمیدونم هنوز بچه که تا حالا در حقیقت هیچ پروفایلی نداره، چون اگه بره مدرسه روزانه یورو و بعد بخواد ثبت نام کنه، چون شاید یک بار این پروسه رو رفته آسون بتونه این کار بکنه، ولی بچه ای که الان امسال 6 سالش میخواد تازه برای اولین بار بیاد کلاس فارسی، من نمیدونم چه چیز به خصوص. لینک رو فرستادن، منم توی آگهیم گذاشتم لینک رو، ولی این لینک میگه فقط تو با استودنت نامبرت بیا. خب این بچه که هنوز استودنت نامبر نداره. من به همین دلیل گفتم من تنها چیزی که میتونم بگم، خانواده هایی که با این مشکل رو میشن تلفن کنن، تلفن کنم به بورد بگن ما بچه‌مون 6 سال است یا ما برای اولین بار طالبیم که ثبت نام کنیم، ولی ما این مشکل روبرو هستیم، راه حل دیگه ای نداریم، چون به هر حال به نظر من هنوز صدای والدین اساسی ترین صداست و اصلا اعتقاد دارم که صدای ما برگیرنده از تعداد ماست، یعنی تا اونطور که دوست داریم به گوش بدیم
بسی و مورد توجه خواهد داشت. بله، متاسفانه در کنار صحبتی که شما میکنید به یک واقعیت هم اینجا آگاه میشیم و اون نبود نهادهای مدنی هستش که در این کامیونیتی وجود داشته باشه و در چنین شرایطی بتونه از یک طرف با بورد آف ادیوکیشن، با وزارت آموزش و پرورش و مدیران مدارس بتونه مذاکره بکنه و صحبت بکنه و از طرف دیگه بتونه که راهنمای خانواده هایی باشه که دوست دارن که فرزندانشون زبان فارسی رو یاد بگیرن، چه در ایران به دنیا اومده باشن چه اینجا به دنیا اومده باشن. برای اینکه واقعیت اینه که در بقیه جوامع مهاجرتی هم میبینیم اون زبان مادری و اون تنها وسیله ای هستش که پیوند میده اون فرزندی رو که به زودی نوجوان میشه و بعد جوان میشه، میخواد همه عمرش رو در این جامعه زندگی بکنه برای اینکه بخواد هویت واقعی و فرهنگی خودش رو بتونه حفظ کنه. اون فقط از طریق زبان فارسی هست و از طریق اینی که بتونه زبان فارسی رو خوب متوجه بشه و بتونه حرف بزنه با اون زبان و بتونه بخونه و بتونه با فرهنگ آشنا بشه. به هر حال خانم میساقی، من شخصا بسیار سپاسگزار همه فعالیت های شما در طول بیش از 4 دهه در این در حدود 4 دهه در این جامعه ایرانیان هستم. تقریبا 3 دهه هستش که شخصا خودم شاهد هستم و همیشه در برنامه هاتون بودم و دیدم از نزدیک شما و همه همکاران چقدر از دل و جان مایه گذاشتید برای این کار فرهنگی بسیار بسیار مهم که خیلی ها ازش بیتوجه رد میشن، اما این دغدغه همکاران شما بوده، دغدغه شما بوده و به ویژه اون پدر مادرهایی که کمک کردن چه با آوردن بچه هاشون چه با همکاریشون چه با کمک کردنشون در برگزاری این مراسم، اونها هم به سهم خودشون واقعا کمک کردن و جای قدردانی بسیار داره. امیدوارم که به زودی از طریق شما خبرهای خوبی بشنویم در مورد تشکیل دوباره این مدارس، کلاس های آموزش زبان فارسی، و من خواهشم این هستش که دوباره فکر کنید به اون زنگ قصه معروف که اگر ممکن باشه بتونیم با کمک دوباره شما زنگش رو به با صدا همکاری درآوریم. رسانه ها بتونیم به هر حال داوطلبانی رو جمع بکنیم که بیان و به این کار مهم فرهنگی برای کودکان و نوجوانان بپردازن. خیلی خیلی کاملا سپاسگزارم از فرصتی که دادید. تمنا میکنم. باور کنید به واقع این نوجوانان و جوانان وقتی این برنامه های انقلاب به قول معروف خیزش اخیر رو دنبال میکردن، باور کنید باعث افتخار من بود. با چنان دقتی شما باور میکنید که چند نفر مینوشتن این واژه یعنی چی؟ یعنی دنبال میکردن، علاقمند بودن. و یا بچه هایی که اون موقع ثبت نام میکردن، خانم 25 30 ساله میومد میگفت من خودم فارسی اصلا بلد نیستم ولی بچه ما آوردم یاد بگیر. اینا خب خودش واقعا نشانه هایی بود از این کمبودی که داشتن. حالا از آلمان اومده بود، از انگلیس اومده بود، ولی شنیده بود کانادا یه همچین امکانی بهشون بود. واقعا این جز مزایاییه که ما باید ازش به نحو احسن استفاده کنیم. بله، در هر حال بازم ممنون از شما، موفق باشید. قربان شما، مرسی از وقتتون. و این هم اشاره بکنم که من دیدم، به شخصه دیدم در این تظاهرات هایی که به هر حال در پی این خیزش انقلابی مهسا ژینا در تورنتو برگزار می شد، بسیاری از شاگردان سابق شما در کلاس های آموزش زبان فارسی که حالا خودشون زنان و مردان جوانی شدن و فرزند هم دارن شرکت می کنن و اینها همه نشانه کاریه که شما شروع کردید، زحمت کشیدید و ادامه دادید. خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار.